سلام خدمت همراهان عزیز هخامنش. در این محتوا ما به بررسی و تحلیل اینکه امپراتوری بیزانس یا روم شرقی چرا و چگونه فروپاشید خواهیم پرداخت. دوستان عزیز هخامنش، اگه به تاریخ جنگ‌های صلیبی علاقه مندید میتونید به کانال تاریخی پارتیزان رجوع کنید. پارتیزان مجموعه زیبا و ماندگار در حدود 20 قسمت از سرگذشت جنگ‌های صلیبی تولید کرده که میتونید بعد از ورود به لینک داخل دیسکریپشن وارد سربرگ پلیلیست‌های کانال پارتیزان شده از اونجا پلیلیست جنگ‌های صلیبی رو تماشا کرده و لذت ببرید. امپراتوری روم بزرگ متشکل از سرزمین‌های وسیع در اطراف دریای مدیترانه، اروپا، شمال آفریقا و غرب آسیا بود. از آنجا که امپراتوری وسیع روم در امور داخلی و خارجی مشکلات بسیاری را تجربه می‌کرد، به زودی و برای اداره راحت‌تر آن به امپراتوری روم غربی و امپراتوری روم شرقی تقسیم شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس از تجزیه و سقوط امپراتوری روم غربی در قرن پنجم پس از میلاد جان سالم به در برد و تقریبا 1000 سال دیگر به حیات خود ادامه داد. هرچند که در طی این 1000 سال بیزانس نیز بیشتر و بیشتر ضعیف و کوچکتر شد تا اینکه در سال 1453 میلادی به دست ترک‌های عثمانی منقرض گشت. اما بیزانس چگونه به مرحله انقراض رسید؟ در سال 453 میلادی و مدتی پس از انقراض بخش غربی روم، مرزهای امپراتوری بیزانس تغییرات بسیاری کرد. روم شرقی رشته فتوحاتی عظیم را آغاز کرد که مرزهایش را به سمت غرب گسترش داد. سلطنت جوستیانوس اول به عنوان اوج امپراتوری شناخته می شود که بیزانس ها در آن زمان قدرت بسیاری داشتند. فتح سرزمین های سابق روم غربی به مانند شمال آفریقا، بخش هایی از هیسپانیا، ایتالیا و خود روم که برای 2 قرن دیگر در چنگ بیزانس باقی ماند، امپراتوری روم شرقی را به بیشترین حد خود رساند. چندی بعد تا اون وحشتناک در سال 540 میلادی بخش بزرگی از جمعیت بیزانس را از بین برد و ارتش آنها را تحت تأثیر قرار داده و بسیار ضعیف کرد. این مهم تا جایی ادامه داشت که امپراتور مجبور شد یک معاهده صلح تحقیرآمیز با ایرانیان را بپذیرد. بیزانسی ها در نهایت توانستند در جنگی دیگر با ایرانیان موقعیت خود را بازیابی کنند. لکن هر دو سرزمین در طی این دور از نبردهایشان که 25 سال طول کشید بسیار ضعیف شدند. جنگ های فراوان و طولانی با ایرانیان همواره ضربه بزرگ بر پیکره بیزانس بود. شرایط برای امپراتوری زمانی بدتر شد که قدرتی جدید ظهور کرد. جنبش مسلمانان در سال 632 میلادی پس از رحلت پیامبرشان محمد پدیدار گشت. تمامی شبه جزیره عرب دولتی قدرتمند بود و ابوبکر پس از نزاعی در درون مسلمانان قلمرو جانشینی پیامبر را به دست آورد. خلیفه اول مایل به فتح سوریه بود و به دلیل برخی حملات سپاهیانش در منطقه بیزانسی ها لشکری بزرگ به جنوب فرستادند. به زودی فلسطین در سال 634 میلادی و پس از شکست بیزانسی ها توسط نیروهای عرب به فرماندهی خالد بن ولید فتح شد. اعراب مسلمان هم با ایرانیان ساسانی و هم با امپراتوری بیزانس جنگیدند. آنها را در رشته نبردهای شکست دادند. اعراب امپراتوری ایران را به طور کامل نابود کردند و تقریبا چند بار قسطنطنیه را محاصره کردند. در این بین بیزانس سرزمین‌های مانند فلسطین و مصر را از دست داد که برایشان بسیار گران آمد، خصوصا مصر که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و باختن آن داغی بود که هیچگاه برای بیزانس سرد نشد، چرا که استان مصر مجموعه وسیعی از نیروی انسانی و منابع طبیعی را در خود گنجانده بود. مدتی پس از تهاجم اعراب امپراتوری خود را در یک دوره ثبات در قرن 8 دید، اما به سرعت اشراف درون حکومت شروع به تبدیل شدن به یک مشکل برای امپراتوری شدند. زمین‌های کشاورزی دهقانان بیزانسی توسط آنان به صورت مستقل اداره می‌شد که این مهم ارزش بسیار زیادی منباب وفاداری دهقانان به امپراتوری داشت.
از طرفی دولت برای گرفتن مالیات و جمع‌آوری سربازان به شدت به دهقانان وابسته بود. اما اشراف به زودی تلاش‌هایی را برای تصاحب زمین دهقانان انجام دادند که باعث بروز شکاف بزرگ در امپراتوری بیزانس شد. در نتیجه این اتفاقات دیگر دهقانان و مردم عادی سربازان مورد نیاز امپراتوری را تأمین نمی کردند و در همین راستا دولت مجبور به بالا بردن مالیات ها برای پرداخت مزد به سربازان مزدور شد. این چرخه معیوب که تا اواخر حکومت بیزانس ادامه داشت ضربه مهلکی بر توان و خودکفایی نظامی امپراتوری وارد ساخت. امپراتوری بیزانس حتی به نقطه‌ای رسید که دیگر نمی‌توانست نیروی دریایی داشته باشد و مرزهای ساحلی بزرگش بی‌دفاع ماند. کم شدن توان دریایی بیزانس هم علاوه بر ضربه زدن به قدرت نظامیان‌ها تا حد زیادی به اقتصاد امپراتوری نیز ضربه وارد کرد. همه اینها باعث شد تا بیزانس وارد 1000 توی سردرگمی شود که احتمالاً مهمترین دلیل فروپاشی امپراتوری بیزانس نیز محسوب می‌شد. در همین بین نیز سه مورد از بدترین دوره‌های جنگ داخلی و درگیری‌های خارجی در دوران روبه زوال بیزانس رخ داد. هر بار که این جنگ‌های داخلی و خارجی اتفاق می‌افتاد با کاهش فاجعه‌بار قدرت و نفوذ بیزانس مصادف می‌شد که در حقیقت این قدرت و نفوذ دیگر هرگز به طور کامل به بیزانس باز نمی‌گشت. در طول سال‌های 1071 تا 1081 میلادی بیزانس شاهد شورش‌های بزرگی در دل مرزهایش بود و از طرفی درگیری‌های نظامی با اروپای غربی نیز ناگزیر به نظر می‌رسید. هرچند که با تمام کاستی‌ها امپراتوری هنوز هم نسبت به اروپای غربی برتری نظامی داشت و طبق استانداردهای آن زمان دارای ارتش ثابت و عظیمی بود. همه اینها از این رو بود که بیزانس خواه یا ناخواه فوق‌العاده ثروتمند بود و می‌توانست در هنگام نبرد دشمنانش را شکست دهد و حتی در مواقع ضروری مزدوران نظامی را استخدام کند. اما حتی خود این تشکیلات نظامی و ارتش بیزانس به مرور زمان باعث از میان رفتن قدرت سپاهیان آنها شد. امپراتوری به جای آن که یک ارتش متحد و کنار هم داشته باشد ترجیح می‌داد که در هر بخش و هر منطقه نیروی مجزایی را به کار بگیرد که این مهم آنها را از داشتن یک واحد نظامی کامل باز می‌داشت. این اتفاق باعث شد تا به زودی و در مابین سالهای 1185 تا 1204 میلادی یکی از ناموفق‌ترین و بی‌اثرترین دوران در تاریخ امپراتوری بیزانس رقم بخورد. در این دوره بلغارستان، صربستان و مجارستان از امپراتوری جدا شدند و در سالهای بعد سرزمین‌های بیشتری به چنگ ترکان سلجوقی افتاد. مدتی بعد و در طول جنگ چهارم صلیبی قسطنطنیه با آتش کشیده شد و بسیار ویران گشت. اتفاقی که از ننگ و خسارت آن امپراتوری بیزانس دیگر هرگز سربلند نکرد. در حقیقت در این زمان آسیب وارد شده به بیزانس غیر قابل محاسبه بود. سالها بعد و در سال 1328 میلادی امپراتوری طی حرکتی مرگبار به ترک‌ها اجازه داد تا دستاوردهای قابل توجهی را در آناتولی به دست آورند و پایتخت خودشان را نیز در بورسا در 100 کیلومتری قسطنطنیه ایجاد کنند. از طرفی جنگ داخلی در سالهای 1341 تا 1347 میلادی ضربه سنگین دیگری بر اقتدار بیزانس وارد ساخت و فرصت مناسبی برای رشد ترکای عثمانی ایجاد کرد. رهبران نالایق و بیکفایت در این وهله منجر به از دست دادن کامل مرزهای آسیا به ترک ها شدند. چندی بعد عثمانی ها به سرعت قدرت گرفتند. اولین رهبر مهم آنها عثمان بیگ بود که جنگجویان مجاهد را جذب کرد و دعوت به نبرد با مسیحیان نمود. پس از این عثمانیان در قلمرو شمال غربی آسیای صغیر بیش از پیش گسترش یافتند. تلاش‌های امپراتوری بیزانس برای عقب راندن عثمانی‌ها نیز تعدادی از مناقشات داخلی در امپراتوری را در بر داشت که در انتها نیز باز هم باعث ضعیف‌تر شدن امپراتوری شد. اکنون از امپراتوری باشکوه و وسیع روم شرقی تنها مرزهای بسیار اندکی باقی مانده بود. عثمانی ها در اواخر قرن 14 در پی تلاش هایشان بیزانسی ها را به عنوان دست نشاندگان تحت سلطه خود درآوردند. چندی بعد و در زمان سلطان محمد دوم درگیری های دو دولت مجدداً آغاز شد و به سرعت به اوج خود رسید که سرانجام قسطنطنیه آخرین سنگر رومی ها سقوط کرد و امپراتوری بیزانس برای همیشه محو شد.
نبردهای فرسایشی با ایرانیان، هجوم مخرب و ویرانگر عرب، تهدید شدن چند باره پایتخت بیزانس، ظهور و رشد نیروهای ترک در آناتولی، حمایت نشدن بیزانس از سمت اروپای غربی، عدم اتحاد داخلی و ضعف تدریجی ارتش و نظامیگری، همه و همه از عواملی بود که موجب گشت امپراتوری بیزانس در سال 1454 میلادی دیگر وجود نداشته باشد. حتما در کامنت ها اشاره کنید که به نظر شما چه دلایل دیگه ای وجود داره که باعث فروپاشی امپراتوری بیزانس شد. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوز هخامنش رو سابسکرایب نکردید، لطفاً برای حمایت از ما این کار رو انجام بدید. و اگه از محتوا خوشتون اومده، میتونید با لایک کردنم از ما حمایت کنید. همچنین شما میتونید با نظرات خودتون ما رو در ساخت محتواهای بهتر یاری کنید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.